سلام دوستان گلم، امروز میخوام براتون دسر شیر بیسکویت درست کنم. خیلی راحته، خیلی مواد کمی استفاده میشه داخل این دسر. شیر 1 لیتر، آرد ذرت 1 پیمانه 200 گرم، شکر 1 پیمانه 200 گرم، پودر نارگیل نصف پیمانه 100 گرم، بیسکویت به میزان لازم، وانیل 2 قاشق چایخوری. اول شیر رو میریزم داخل قابلمه. شکر رو میریزم. آرد ذرت رو میریزم. و پودر نارگیل رو میریزم. و اینا رو خوب مخلوطشون میکنم. اگر که آرد ذرت نداشتید میتونید نصفشو از آرد مخصوص شیرینی استفاده کنید، نصفشو از نشاسته ذرت یا نشاسته حالا سیب زمینی یا نشاسته آرد گندم، فرقی نداره. خب بعد از اینکه مخلوط کردم میبرم میذارم روی گاز و با حرارت خیلی بالا یک سر همش میزنم. اینو گذاشتم رو گاز با حرارت خیلی بالا یک سر همش میزنم که غلیظ بشه، یعنی هنوز شیر به جوش نیومده شما یک سر هم بزنید که ته نگیره. جوش اومدن شیر و به قوام اومدن این دسر همش 10 دقیقه با هم دیگه طول میکشه. خب دیگه حرارت گازو خاموشش میکنم همین الان. با حرارت خاموش یه مقداری هم میزنم و از رو حرارت برش میدارم. ببینید دیگه برش میدارم. عزیزان من میخواستم از این قالب استفاده کنم اما فکر کردم که همه شاید در دسترس نداشته باشن قالب، و با این پاکت شیر یا قوطی شیر نشون بدم بهتون که شما بتونید برای خودتون درست کنید. به این شکل. بعد از اینکه از رو حرارت برداشتم گذاشتم یه نمه خنک بشه و بعد وانیل رو بهش اضافه میکنم. برای تمام از این دسر میتونید از پودر هل یا وانیل استفاده کنید. اینه دیگه خوب همش زدم. یه دونه پلاستیک رو اینطوری بازش میکنم. از این مواد میریزم داخل این قالب. خب بعدش بیسکویت رو اینطوری میچینم. اینطوری فشار میدم بهت.
من اینو به مدت 2 ساعت میذارم داخل فریزر. اگر که شما شب درست کنید واسه صبحونه فردا آماده کنید برای خودتون خیلی بهتر میشه. بچه ها خیلی دوست دارن این دسر رو و حتی بزرگان خیلی دوست داره. خوشمزه است، خیلی خوشمزه است. خب میبرم که بذارم داخل فریزر. یه دوتا میدونید بکنم. خب میبرم که اینو باز دوباره کنار اون یکی بذارم 2 ساعت داخل فریزر بمونه. خب اینم بعد از 2 ساعتی که گذاشتم داخل فریزر الان بازش میکنم و بهتون نشون میدم. خب برای تزئین روش من از بادوم استفاده میکنم، از خلال بادوم. با یه مقداری شکلات روش رو تزئین میکنم. و یه مقدار پودر پسته روش می‌ریزم. دوستان نازنینم، دیسر شیر و بیسکویت آماده شد. بفرمایید نوش جان. حتما برای خودتون درست کنید. خیلی راحته، خیلی خوشمزه است. ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.